دوباره برگشتیم عزیزان بیننده و همچنان تشکر از اینکه تا امدن با ما بودین و همچنان در این قسمت برنامه دکتر صاحب معزز نوید شاه حقمل را با خود دارین که در ارتباط به آنفلوآنزا با ما صحبت های خود داشتن. سلام دکتر صاحب، صبحتان بخیر. سلام با شما تمام بیننده های عزیز تلویزیون تی وی چراغ. سلامت باشین دکتر صاحب. چی خوب است که آنفلوآنزا را رویش صحبت کنیم که چی هست و همچنان چرا به وجود میاد، یعنی از کدام ویروس و همچنان در کدام فصل بیشتر دیده میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ویروس انفلونزا، خود انفلونزا که است یک نوع ویروسی است که سبب میشه که البته اشخاص مبتلا به ویروس یا همچنان مبتلا به انفلونزا شوند. خود ویروس انفلونزا که است به نام ویروس اورتو مکزوفریدا میباشه، یعنی به نام اورتو مکزوفریدا است که سه نوع داره، یعنی سه نوع هستند، یکی نوع A، B و C می باشند. نوع A که هستند خود بیشتر خود انسان ها و حیوانات را مصاب می سازند و نوع B که هستند بیشتر خود انسان و پستانداران را مصاب می سازند و نوع C تنها انسان ها را مصاب می سازند. دیگه بیشتر در فصل های زمستان البته رخ میده، چون از پرندگان هم و از انسان به انسان هم بیشتر مصاب می سازند، البته انسان ها را از پرندگان به انسان ها بیشتر گفتم نه، که و از انسان به انسان که از طریق طرق تنفسی یا همچنان از طریق لعاب دهن، یعنی همچنان انفلانزا ساری هست دکتر بله سرعت میگنه. بسیار عالی. خب حالا هم چه خوب است که در رابطه به اعراض علایمش بگین که یک فرد که انفلانزا داره کدام نکات از خود نمایش میتوه، یعنی هم از کدام نکتا شاکی هست. اعراض علائمی بیشتر دارن، البته اولین اعراض علائمی که اینا برشان میتا زوف است، بی‌حالی است، درد است، سردردی برشان ایجاد میشه، دردهای ماهیچه‌ای برشان ایجاد میشه، بسیار بی‌حال میباشن اینا. دیگه آبرزش بینی بر اینا ایجاد میشه، زیادتر سلفه میداشته باشن و همچنان سلفهشان با بلغم زیادتر میباشه و همچنین اینا که هستن بسیار ضعیف میسازن و اشخاصی که بیشتر مبتلا میشن البته اشخاصی هستن که خود اشخاص کهنسالان هستن، دوم اطفال، چون که از لحاظ معافیت چون سیستم معافیت از اینا پایین میباشه اینا را مصاب میسازن و اشخاصی که دچار امراض بدنی یعنی دیگه امراض همراهشان می داشته باشن، مثلا امراض گرده داشته باشن، امراض تنفسی دارن یا همچنان استما دارن، نفس تنگی دارن، اشخاصی که مشکل قلبی دارن، اینا در معرض خطر انفلونزا قرار دارن. بله. یعنی امکانش میره که افراد بیشتر دچار امراض دکتر صاحب خوب است که در رابطه با اسباب و عواملش بگوییم که چی چیزها سبب میشه یک فرد در این فصل سرما دچار انفلانزای فصلی شود. بیشتر که هستن البته اشخاصی که حفظ صحیح خود را مراعات نمیکنن بیشتر اینا مصاب به انفلونزا میشن، چون که اشخاصی که البته تماس نزدیک به حیوانات دارن و همچنان اشخاصی که تماس نزدیک به اشخاصی که مریض به انفلونزا هستن همچنان دچار مشکلات تنفسی و همچنان مشکلاتی که البته که بیشتر یاد داشتم اشخاصی که امراض دیگر که دارن، گفتم امراض قلبی دارن، امراض تنفسی دارن، زمانی که اینا تماس با اشخاصی که مرض انفلونزا داشته باشن و همچنان حیواناتی که هم مرض انفلونزا داشته باشن تماس داشته باشن اینا سبب دچار انفلونزا میشن. بسیار عالی. دکتر صاحب میشه بگوین در ارتباط به اینکه آیا انفلونزا اطفال نیز میتونه که مصاب انفلونزا شوه و همچنان فاکتورهای خطرش کدام ها هست؟ اکثرا خانم ها و آقایان بیشتر مصاب می خانم ها و یا هم آقایان بیشتر مصاب میشه و همچنان در کدام سینی میشه در ارتباط معلوم بود؟ بیشتر اشخاصی که مصاب میشه البته اطفال، اگه بگیم اطفال، چون که البته اینا سیستم معافیت از اینا که هست بسیار پایین می باشه بیشتر در معرض انفلونزا قرار دارن. دیگه اشخاصی که کهنسال هستن یعنی سنشان بالاتر از 50 سال 60 سال می باشن اینا در معرض انفلونزا قرار دارن. افرادی که البته بیشتر هم که یادآور شدم افرادی که البته دیگه امراضی که البته پهلوی از اینا امراضی تو میگه دیگه دارن حیاتی دارن اینا همچنان باعث میشه که سبب دچار امراض شون و واکسین از اینا که بیشتر سوال تو نگفتم هم میخوام. دکتر صاحب در رابطه با کدام سنین در کدام سن میشه که نزد پیری ها اشخاص که کهنسال هستن بیشتر دیده میشه و هم نزد اطفال؟ نزد اطفال هم بیشتر دیده میشه و نزد کهنسالان، چون که زمانی که سیستم معافیت خود اشخاص پایین میشه دچار میشن که سبب میشه که اینا سبب باعث
باعث انفلونزا شدن مرض انفلونزا رو اینا بگیرن از هم راست، چون که ده کهن سالان گفتم میتونن که سن که از بالاتر از 50-60 سال میشه، یعنی که سن از اینا بلند میره و معافیت از اینا پایین میره و همچنین اطفال، چون که معافیت از اینا چون که تمام سیستم از اینا رشد نکرده است باعث میشه که دچار انفلونزا شون. بله بسیار عالی، تشکر دکتر صاحب. دوستای عزیز، در رابطه با انفلونزا رو با دکتر صاحب بحث داشتیم و همچنان صحبت رو با دکتر صاحب میپردازیم، اما فعلا هم یک میان برنامه کوتاه داریم، زود برمیگردیم. دوباره برگشتیم عزیزان بیننده و همچنان ما دکتر صاحب نوید شاه حقمل را با خود داریم و در ارتباط با انفلانزا و یا هم انفلانزای فصلی با ما صحبت های داشتن و نکات مهم را از دکتر صاحب سوال پرسیدیم و همچنان با شما در میان گذاشتیم و همچنان فعلا دکتر صاحب در مورد ای با ما صحبت کنین که در رابطه با پیشگیری و درمانش شما چی راهکارهایی را پیشنهاد میکنین و همچنان کدام کارها باید صورت بگیره. برای پیشگیری البته توصیه از اینا که هستن حفظ مراعات حفظ صحیح هستن، البته شستن مقرر دست ها باید دستایشان منظم هر بار که اینا هر کاری که میکنن، هر کاری حتی که نیم ساعت هم که راحت میشینن نشستن باشن باید اینا بخزن، البته بعد از 20 دقیقه یا 30 دقیقه بعد دستای خود را باید بشوین. دیگه البته هر کاری که میکنن باید منظم، زمانی که تماس با حیوانات داشته باشن، مریض اشخاصی که تماس با حیوانات دارن بیشتر زمانی که هر کاری که برای اجراات میکنن یا کاری که میکنن برایشان بعد از اینکه کارشان خلاص میشه یا ختم میشن باید دوباره بیان دستای خود رو بشن و دوباره هم لباس خود رو چنج بکنن و همچنان اینا باید بیشتر کوشش کنن که هم حفظ صحیح خود رو مراعات بکنن تا جایی که میتونن، هم حفظ صحیح خود رو و هم از حیوانات که البته اینا نگهداری میکنن، و دوم اشخاصی که البته مبتلا به مرض انفلونزا هستند و اشخاصی که با اینا در تماس هستند بیشتر کوشش بکنن که از ماسک استفاده بکنن و نزد اینا این مریضا باید برن و همچنان اینا باید دستای خود را باز به شکل بشوین و حفظ صحت خود را مراعات کردگی باید با مریض تماس داشته باشن و پس دوباره که از مریض خارج میشن با شکل حفظ صحت خود را مراعات کردن پیش برن. و همچنان در رابطه با درمانش دکتر صاحب، درمان نیا کسان در تداویشان خود تداوی های البته ضد ویروس یا همچنان گروپ دواهی نور آمانتی دیناس داریم که اینا سبب میشه که خود اول انفلانزا از بین بره، مثلا تداوی های اساکلوور است، رومانتی دیناس، آمانتی دیناس، اینا دواهی اینا هستن که ما برشان توصیه میکنیم. آمانتی دین و رومانتی دین که هست بیشتر افرادی که دوچار به انفلانزا میباشن برشان میتیم، اما کم سره مشکلات ها بر نور میتن که البته کسایی که البته زیاد استفاده میکنن یکی خصوص عدم تمرکز در فکرشان میباشه، فکرشان کم مخشوش میسازه، خود عوارض جانبی دوا هستن که اینا باید کوشش بکنن که دوا را درست استفاده بکنن اما بسیار تشویش نکنن که اینا را حتما مغز مرم فکر من خراب کرد، این مشکل دوا میباشه، اما زیادتر تشویش از این نداشتن پس زمانی که دوا قطع میشه این عوارضشان البته گم میشه. بسیار عالی دکتر صاحب. نکته ای که خطرساز است در رابطه با انفلانزا وقتی یک فرد انفلانزا داره و همچنان این کدام مشکلات برشان به بار میاره میتونین که در این رابطه معلومات بدین؟ البته فاکتورهای خطرساز یا همچنان علائم خطرساز که به اینا وجود میاد البته اشخاصی هستن که سبب تنگی نفس است، تنگی نفس به اینا رخ میده، درد قفس سینه به اینا بیشتر رخ میده که البته زمانی که مرض پیشرفت میکنه علائمش هست، این علائم که هشدار بر اینا وجود میاد با 100% خود را زودتر به دکتر مراجعه بکنن. دیگه در اطفال که دیگه کانفیوژن که بیشتر گفتم که ذهنشان درست تمرکز نمیکنه، غرض اینکه دوا استفاده بکنه نکنه یک فکر تمرکز فکرشان یکم خراب میکنه. دیگه استفراغ همراه با اما خون ممکن است که موجود باشه و همچنان بلغم با خون موجود می باشه، البته علائم هشدار که هستن هستن. دیگه اطفال که هستن یعنی در عموم که بگیم عدم قرط کردن مایعات اینا درست قرط کردن هم میتونن، یعنی حتی یک قدر ضعیف میشن که اونا میتونن که مایعات درست قرط بکنن. و دوم در اطفال که هستن چند مشکلی که وجود میاره، یکی قبل از وقت
ترک کردن خود پمپر اینا هستن که زودتر قبل از وقتی که زامنو که سابق به مشکل منظمشون پمپر خود تر میکنه حالا که اصلا قبل از وقتش یعنی تر میشه، عادت ادرارشان حالتش فرق بله میکنه، فرق یعنی میکنه. مشکل برشان ایجاد و میشه. دوم دینا که اصلا سلفه و اعلای دیگه چیز که بهش میان البته تر بودن چیز گفتم، دوم بیشتر اینا سلفه هم میداشته باشن و اسهال میشن، باعث میشه که اسهال اولاد هم نزدین ها باش میه. بسیار عالی دکتر صاحب. خب حال هم در رابطه بایی بگوین که آیا واکسین داره و یا هم خیر اگر داره چند نوع هست و شیوه تزریقش چیگونه هست، باید چقدر مدت زمان بعد بگیره و یا هم کدام زمان باید واکسین گرفته شد؟ دو نوع واکسین داریم، یکی واکسین ضعیف شده است، یکی واکسین زنده ضعیف یکی واکسین زنده است، دوم کس واکسین زنده ضعیف شده است. و ادویشان متفاوت است. البته واکسین ضعیف شده که از به اشخاصی که باردار هستند، با اونا البته اشخاصی که از خانم هایی که حامل هستند بله. با اونا واکسین ضعیف شده برشان تزریق میشن. دوم واکسین دوم به اشخاصی که به اطفال البته و همچنان به افرادی که ضعیف هستند و همچنان افرادی که دچار کمخونی هستند، با اینا واکسین ضعیف زنده یعنی زنده ضعیف برشان چی میکنیم؟ بر زخم میکنیم، تزریق میکنیم، چون بر اینا در اصل اگر زنده باش بدیم باز اینا مشکلات دیگر برشان دوش میاره. دیگه هم سوالتون پیشتر گفتیم دکتر صاحب در رابطه با اینکه چگونه تزریق میشه، زرقشان دو نوع است، یکی از طریق عضلی زرق میشه و دوم که از طریق جلد یا تحت جلدی ما برشان زرق میکنیم. زرقشان سال دو بار البته او زرق میشه و همچنان ایمیونیتی از اینه معافیت از اینه که از طریق واکسین ایجاد میکنن متفاوت است، در شخص متفاوت است، متفاوت هستند که بعضی ها چندین سالانه میتونه که معافیت ایجاد بکنه و بعضی اشخاص ممکن است که یک سال یا دو سال بین معافیت بعد از اون پس دوباره دچار از مشکل شد. بله بسیار عالی دکتر صاحب. عوارض جانبی ویروس رو بگویند که وقتی یک فرد دچار انفلوانزا هست کدام عوارض جانبی را داره و همچنان در جسمش کدام مشکلات را وجود میده؟ عوارض جانبی مهمه که اینا خود ویروس باعث میشه که ایجاد بکنه در خود بدن انسان زمین، چون که امی پیشتر هم یادآور شدم معافیت وجود از اینا پایین میاره. زمانی که معافیت وجود از اینا پایین میاره ممکن است باکتری های دیگر البته در بدن از اینا جایگزین شوه یا همچنان باکتری های فرصت طلب سبب شوه که دیگه امراضی را در بدن از اینا به وجود بیاره. یکی از دوم که هستن اینا خود سبب درد قفس سینه و همچنان سبب مشکلات های دیگری که در خود سیستم معافیتی میشه به وجود میاره. سلامت باشین دکتر صاحب. همچنان در اخیر هم میخواییم پیام از زیبایتان داشته باشین. پیام انشالله که پیام زیادتر است بود روزا بله. پیام بیشتر است، اما آرزو و امید ما است که انشالله که تمام مردم افغانستان در صلح و آرامی زندگی بکنم. سلامت باشین دکتر صاحب. و همچنان بیننده های عزیز، ای بود داشته برنامه امروز ما که ما در نخست برنامه دکتر صاحب معزز دکتر صاحب داود افضلی را با خود داشتیم که در رابطه با چربی جگر و هم کبد چرب با ما صحبت های داشتن که چی مشکلات را به بار میاره و در رابطه با تداویش اختلالاتش با ما صحبت های کردن، که بیننده های عزیز ان شاء الله در جریان باشین. کبد چرب تداویش موثق یعنی از طریق جراحی و یا هم داروی مشخص نشود، در لایف استایل تان مراعات بکنین. و همچنان در رابطه با ورزش دکتر صاحب خیلی تاکید کردن ان شاء الله که ورزش بکنین و همچنان وزنتون رو کم بکنین، این دلیل میشه که ان شاء الله از مشکلات کبد چرب رهایی پیدا کنین. و همچنان در قسمت دوم برنامه ما دکتر صاحب نوید را حقمل را با خود داشتیم که در رابطه با انفلوانزا با ما بسیار صحبت های عالی و دقیق داشتن که این مرض این ویروس چگونه هست و چی وقت به وجود میاد و در رابطه با واکسینش نیز با ما معلومات دادن. و همچنان تشکر از شما بیننده های عزیز تا این برنامه خودتان را یعنی برنامه بوستان عافیت را دنبال کردین. و همچنان از شما خواهشمند هستم که بقیه برنامه های تلویزیون تی وی چراغ را دنبال بکنین تا اینکه فردا باز هم نگی نظیمی با در رابطه با موضوعات جدید و همچنان مشکلاتی که نزد شما ایجاد شده میایم و در برنامه روی مشکلات شما میپردازیم. شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. خدا نگهدار.